دوستای خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که میسازم من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی لذت بخشتری با پارتنرتون داشته باشید. لطفاً اگر از یوتیوب ما رو فالو میکنید سابسکرایب کنید، اگر در اینستاگرام هستید این ویدیو رو برای دوستانتون ارسال کنید و سیو کنید. خب در ادامه مبحث اولین رابطه جنسی میخوام اینجا 7 راهکار برای کاهش استرس و اضطراب در اولین سکس بهتون بدم. ببینید، صرف نظر از اینکه چه نوع فعالیت جنسی میخواید انجام بدید و یا امتحان کنید، چند نکته یا قانون حالا کلی وجود داره که میتونید از اونها برای اینکه تجربه جنسی بهتر و راحت‌تری داشته باشید استفاده کنید. اول اینکه با آناتومی بدن خودتون آشنا باشید. خودارضایی میتونه به شما کمک کنه که در طول بفهمید که در طول رابطه جنسی چه احساسی خواهید داشت، چه نقاطی از بدن شما حساس تر هستش و میتونید با گفتن اون نکات به پارتنرتون و شریک جنسیتون کمک کنید که به شما لذت بیشتری بده. دوم این که انتظارات واقع بینانه در مورد عملکرد خودتون و یا ارگاسم داشته باشید. اگر آقا هستید، اگر مرد هستید، به احتمال زیاد توقع دارید که توی اولین رابطه جنسی که میخواید برقرار کنید یک رابطه جنسی طولانی تری باشه، یعنی اینکه قبل از اینکه انزال و ارگاسم برای شما اتفاق بیفته یک رابطه جنسی طولانی داشته باشید. اگرچه ممکنه که این اتفاق بیفته، ولی خیلی هم طبیعی هستش که اصلا زیاد دوام نیاره و کوتاه باشه، به دلیل سطح استرابی هستش که در شما هستش، به دلیل اینکه یک تجربه جدید رو دارید در واقع امتحان میکنید. باید بدونید که رابطه جنسی یک مهارتیه که با گذشت زمان میتونه بهتر بشه، درست مثل رانندگی، درست مثل دوچرخه سواری. پس زمان بدید به خودتون تا اون مهارت رو پیدا کنید. سعی کنید که با اطلاعات گرفتن از بخش‌های مختلف مثل مطالعه کردن، همین ویدیوهای آموزشی دیدن، سطح اطلاعات خودتون رو افزایش بدید. نکته سومی که میتونید به اون توجه کنید اینه که یک مکان دنج و راحت رو انتخاب کنید. وقتی که برای اولین بار میخواید رابطه جنسی رو برقرار کنید، هر دوی شما در واقع سطح استرابتون بالاتر هستش و باید در مکانی سعی کنید قرار بگیرید که برای شما ناآشنا نیستش و در اون احساس آرامش میکنید، احساس امنیت میکنید. میتونید از مثلا شمع در محیط استفاده کنید که یک موزیک ملایم برای خودتون بذارید که اون مکان رو برای شما راحت‌تر، در واقع امن‌تر و رمانتیک‌تر کنه. نکته چهارمی که میتونید باید به اون حتما توجه کنید معاشقه هست. ببینید، استراب برای اولین رابطه جنسی کاملا رایج و یک موقعیت طبیعی هستش. با این وجود معاشقه کردن، فور پلی، میتونه استراب رو به سطح قابل توجهی کاهش بده. معاشقه مثل بوسیدن میشه، مثل لمس کردن پارتنرتون میشه. این به شما کمک میکنه که با بدن پارتنرتون مثل بدن خودتون آشنایی بیشتری پیدا کنید و همینطور سطح استراب شما رو پایین تر میاره و عملکرد شما رو بهتر میکنه. نکته پنجم اینه که سعی کنید به آرامی پیش برید. ببینید، چه اولین بار هست که میخواید رابطه جنسی برقرار کنید، چه وقتی که حالا برای صدومین بار هستش که شما رابطه جنسی دارید، استراب زیاد میتونه از تلاشی از تلاش برای داشتن یک سکس سریع و یک رابطه جنسی سریع باشه که بتونید به کارهای دیگه‌تون برسید. باید به خودتون زمان بدید، به زمان حال تمرکز کنید، در اون مرحله‌ای که هستید به اون مرحله‌ای که هستید تمرکز کنید و اجازه بدید که هر چیزی روند طبیعی خودش رو پی در واقع طی کنه. بعضی از افراد توی رابطه جنسی به خصوص خانوم ها میخوان که به اورگاسم برسن، ولی توی ویدئوهای قبل من اشاره کردم که ممکنه رابطه جنسی اول اونقدر که میخواید دلپذیر نباشه. پس دنبال اورگاسم نباشید، به خودتون زمان بدید. در واقع از سفر سکس به عنوان یک تجربه آرام و لذت بخش لذت ببرید. ششمین موردی که میتونید بهش توجه کنید اینه که از لوبریکانت ها استفاده کنید.
ببینید، توی اولین باری که میخواید رابطه جنسی برقرار کنید، به دلیل اینکه ناحیه واژن در واقع تنگ هستش و هنوز ورود حالت تناسلی اتفاق نیفتاده، ممکنه با درد همراه باشه. ولی استفاده از لوبریکانت ها میتونه در واقع ورود حالت تناسلی مرد رو به درونه واژن آسان‌تر کنه، در واقع ورود و خروج رو راحت‌تر میکنه. نقطه هفتم و آخری که میشه استفاده کنید ازش اینه که بعداً دوباره امتحان کنید. ببینید، خیلی از افراد، چه آقایون چه خانوم ها، بارها توی این ویدیو توضیح دادم که به دلیل سطح استرابی که هستش، به دلیل ممکنه عدم آموزشی که دیده باشن، توی اولین رابطه جنسیشون عالی و پرفکت نیستن. این به این معنا نیستش که رابطه های جنسی بعدی همیشه بد خواهد بود. شما همیشه میتونید بعداً دوباره امتحان کنید، زمانی که احساس راحتی بیشتری دارید، تجربه بیشتر به مرور رابطه‌های جنسی متعددی که برقرار می‌کنید و مرور زمان تجربه بیشتری پیدا می‌کنید و در واقع می‌تونید مهارت خودتون رو در رابطه جنسی افزایش بدید. نتیجه نهایی اینه که داشتن رابطه جنسی اگر درست پیش بره میتونه برای اولین بار دردناک نباشه. وقتی که اقدامات خاصی رو انجام میدید میتونه ناراحتی و درد ناشی از دخول رو برای شما کاهش بده و رابطه جنسی رو برای شما لذت بخشتر کنه. یادتون باشه استفاده از کاندوم یک روش برای محافظت از بیماری های مقاربتی و بارداری احتمالی در اولین رابطه جنسی هستش. پس همه این نکات رو رعایت کنید که رابطه جنسی آرامش بخشتری داشته باشید. ممنون که با من همراه هستید. لطفاً اگر از یوتیوب من رو فالو میکنید، سابسکرایب کنید و اگر در اینستاگرام هستید، این ویدیو رو شیر کنید و سیو کنید و باید با کامنت گذاشتن نظراتتون رو به من بگید. ممنونم.